هیچ کس نمیگه آقا این دست پنهان جورجتاون در اختیار کی بود. آقا بالاخره یه نفر اقدام کرده دیگه، موشه تلفن رو برداشته به شاهزاده گفته بیا، به مهتدی گفته بیا، به اون گفته بیا، به اون نگفته بیا، به اون نگفته بیا. این کی بوده؟ تا حالا به شما گفتن؟ تا حالا فهمیدید اصلا این کسی که رفت با جورجتاون صحبت کرد، سالن رو گرفت، اون آقای گوینده رو تعیین کرد، اون فیلم بردار رو خبر کرد، این افراد رو دعوت کرد اومدن دور یک میز نشستن، این کی بوده؟ آقا کی بوده؟ کی بوده که قدرت داشته؟ خانم آقای اون گوش بدید، کی بوده که قدرت داشته شاهزاده رضا پهلوی رو علارغم همه اصولایی که بهش پابند بوده بیاره بذاره کنار دست عبدالله مهتدی و امضای مشترک بگیره ازشون؟ شهرام اومین که همچی زوری نداره که، حسن و حسین و تقی و نقی هم که همچی زوری ندارن که. این کی بود؟ چرا کسی راجبه این حرف نمی؟ خانم شما که خیلی ادعای شفافیت میکنی، چرا هرگز کسی نمیاد از نقطه ای شروع کنه بگه بله من تو خونم بودم داشتم قرمه سبزی درست میکردم، عرضم به حضورتون که یه دفعه تلفن زنگ زد دیدم آقای ایکسه داره به من یه همچین مسئله ای رو در میون میذاره از تشکیلات ایگرگ. چرا جورجتاون به وجود نیامد برای اینکه خیزش مهسا رو به نتیجه برسونه؟ جورجتاون به وجود اومد که خیزش مهسا به نتیجه نرسه و بعد هم در نهایت چنین امکانی رو این افراد پیدا بکنن برای فاز دوم. فاز دوم چه؟ تخریب شاهزاده رضا پهلوی. ببین چقدر پروژه و سیاست، یعنی شما اگر دو سال پیش می آمدید قسم می خوردید جلو دوربین که یه روزی ممکن است شاهزاده رضا پهلوی بشینه بغل عبدالله مهتدی یه بیانیه مشترک امضا بکنن، محال بود کسی باور کنه، فوشت هم می دادم. ولی این اتفاق می افته. این اتفاق چجوری افتاده؟ کی این کار کرد؟ و کی این بازی رو تو بوق گذاشت؟ کی آدمای خیلی معمولی رو؟ یه برنامه ساز تلویزیونی، خانم علی‌نژاد، یه شخصیت آقای حامد اسماعیلیون، کی با چه قدرتی اینا رو میاره ستاره میکنه؟ کی ستارهشون کرده بود؟ و بعد این ستاره رو میذاره بغل دست یه ستاره مردم برای بی اعتبار کردن اون ستاره مردم و در نهایت رسیدن به اینجایی که از این توپ هر وقت خواست بتونه استفاده کنه.